شاید شما انجیل رو مطالعه کردید، شاید نصفش رو خوندید، شاید همش رو خوندید، شروع کردید تون خوندن ولی نتونستید هنوز با خدا ارتباط برقرار بکنید، نتونستید با عیسی مسیح ارتباط برقرار بکنید، روح خدا رو نفهمیدید. میخوام به شما بگم خوندن انجیل یعنی قرائت انجیل اصلا به درد نمیخوره، فهمیدن انجیلی که کمک میکنه که ما زندگیمون رو در خداوند بسازیم. یه مثال کوچیک از زندگی خودم میزنم. من توی سالای ایمانم تا حالا خداوند با توی فصل‌های مختلف زندگیم که نیازهای متفاوت داشتم خداوند با آیه‌هایی به من حرف زده. یه جایی توی مقطع زمانی خداوند با خروج به من حرف زد. یه آیه 14:14 بود که اونجا میگه آرام باش من برای تو خواهم جنگید. من با این آیه مدت‌ها زندگی کردم که از اون نیازم که با پولم حل نمی‌شد، با آدم‌های اطرافم هم حل نمی‌شد. این کاری بود که خود خداوند با عمل می‌کرد. خدا رو شکر که خداوند با کلام زنده‌اش با من حرف زد و اجازه دادم که زمان خدا برسه، فصل خدا برسه که از اون موضوع عبور بکنم. یه جای دیگه از زندگی که الان به یادم میاد، بازم اینجا همه چیز بود، پول بود، موقعیت بود، اون چیزی که نیاز داشتم بود، ولی یه قانونای کم بود که من بتونم این چیزی رو به دست بیارم که آرزو داشتم، برنامه براش ریخته بودم. باز اینجا خداوند آیه‌ای به من داد که خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. اینجوری خداوند با من حرف میزنه. تو موقعیت‌های مختلف زندگیتون اگه انجیل رو میخونید، آیه‌ای با شما حرف میزنه، خطی با شما حرف میزنه، روش تمرکز بکنید، بارهای بار بخونید، با موقعیت اجتماعیتون، با موقعیت زندگیتون مقایسهش بکنید، اونجا حتما خداوند حرفی برای گفتن داره که به شما بزنه که اون بخشی که مربوط به شما هست و شما انجام بدید و بقیه‌شو بسپارید به خداوند. مرسی. There's a name that levels mountains and carves out highways through the sea, and I've seen its power unravel battles right in front of me. Yeah. Oh, there's a faith that stands defiant.